شہنشاہی مدے در ملک مردم مورا دم ملک خود موت فنا کو خداوندا نگاہی سوئے ماں کو بروئے مادر رحمت ہوا کو شہنشاہی مدے در ملک مردم مورا دم ملک خود موت فنا کو دمی بود که اختیار با ما سخن کرد دمی بود که اختیار با ما سخن کرد سرآغاز سخن یاد از وطن کرد سرآغاز سخن یاد از وطن کرد قسم دم گوری مردا خوردم بگو فدایی ملک باید جان و تن کرد خداوندا نگاهی سوی ما کو بروی مادر رحمت خوا کو شہنشاہی مدے در ملک مردم مورا دم ملک خود موت فنا کو کار مو سر نمیگرد علیکو از چی کار مو سر نمیگرد سینه مو دود منا در نمیگرد سینه مو دود منا در نمیگرد مسلمانی مو مخلوق خدایی مسلمانی مو مخلوق خدایی خدا از بی خبر خبر نمیگرد خدا وندا نگاهی سوی ما کو بروی مادر رحمت خوا کو شہنشاہی مدے در ملک مردم مورا دم ملک خود موت فنا کو السلام عليكم مکان مقام وزارت مالیه قرار داره که وزیر مالیه آقای عبدالکریم خلیلی شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی یکی از پالیسی‌کرهای معروف حزب وحدت اسلامی افغانستان است که شما همیشه سخنهای زیر از طریق کماج رادیو شنیدین موضوعی هایی که حزب وحدت اسلامی افغانستان را از زبان مبارکش شما شنیده باشه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از مایده جلال آباد وزارت مالیه و وزارت تجارت سهمی حزب وحدت اسلامی افغانستان بود نظر به شایستگی و لیاقتی که آقای خلیلی داشتن و دارن حزب وحدت اسلامی افغانستان شورای مرکزی در مجموع مصمم شدن که آقای خلیلی من حیث نماینده حزب وحدت در دستگاه دولت در پست وزارت مالیه از قوما صحبت کردن و علاقه گرفتن که در بخش ملکی هم با وزرای خود صحبت داشته باشد که خوشبختانه با وزیر سیب تجارت آقای بلاغی و با نوین صاحبایش با رئیس صاحبایش ملاقات کردن و پیش از اینکه با صحبت و زیارت شما مشرف شدیم وزارت معدن و صنایع رفتیم با وزیر سیب معدن و صنایع و نوین سیب معدن و صنایع
قوما صحبت داشتم و ملاقات داشتم. عالی فیلن در خدمت شما قرار داریم. ما هم به نمایندگی از قوما چون دفعه اول است این مقام رو شما تبریک میگیم. موفقیت پیروزی شما را آرزو میکنیم. امیر اخم که در امور محاولتان تا به این حال در عرصه سیاسی موفق و کامیاب بودید و همیشه از یک موضع بسیار مستحکم از موضع ملیت و مذهب دفاع کردیم و حالی هم برای شما پیروزی را آرزو میکنم که در آینده هم به میشکل باشم و این برادران آقای حیدری رئیس تنظیم اسلامی هزاره مغول و آقای اختیار شما قبلا ممکن آشنا باشید عضو هیئت اجرائیه و آقای شبیر حسین هم یکی از اعضای تنظیم اسلامی هزاره مغول است و معول تشخوری شما در از پاکستان به افغانستان بود خصوصا در وزارت مالیه خوش آمدی درس میکنم و خیر مقدم میگم و سامیان از تمام معزیزین که شما تشخور در وزارت مالیه خوشم جنرال فکر من لطف کردم صحبت کردم تشکر میکنم و او چیزی که جنرال سلطان مدن ما نیستیم و نبودیم ما یک عسکر سعودی در چپی سیاسی بود تا یک مدت که با پشتبانی و حمایت مردم و قوم ها و برادرها وظیفه خود انجام داد مالی که بین در اساس لیاقت توی سگی نم افتر بودی و اصلا الان هم بیش از افتر شده نمیدن این چی خدا هم شاید میکنم از توی دلم میدن تعارف هم در رابطه با مسائلی که من واقعی حیدری که اختیار شد لطف کردم فرمودم ما از یک جهت خیلی ناراحت شدم ناراحت این دیست که به شک نیست مزون مزون مدت تاریخ ستم دیدم محروم بود به همیش برای ما بیادن از پیروا داشت آوارگی و دور از وطنی رو من خودم در طول چنده سال احساس کنم یعنی آوارگی و دور از وطنی رو من خودم در طول چنده سال احساس کنم یعنی سال و سال خود احساس نکنم احساس کنم آروف از تشریف آوری شما در شهر کابل خاصتا در آغوش مردم دریا دریا زنجیره پایان دیدم و فوق شجاعت مردانگی از خود در صحنه‌های خونرنگ کابل از خود نشان دادم و خاصتا تشریف آوری شما رو امروز که به ما افتخار بخشیدیم خیر مقدم عرض میکنیم و بسیار خوش آمدیم و لطف کردیم تشکر میکنیم من بارها عرض کردم که من و جناب آقای خلیلی شاید ولی نه به دلیل شایستگی شخصی و ذاتی نه منصوبی به این مقام شده بود من دو تا چوکی هستم تا چوکی که در کابینه تعلق گرفته در واقع این نتیجه اما قربانی هایی به دریقی بود که مردم ما با کابل دارن به خسارات تماسکن یا دید تحمل کردن و رنگی به پایان بود که مردم کشیدن در پایان در نتیجه و که دیتا شوکی به مردم تعلق دارد و ما شخصا معتقد هستم که ما به دلیل شایستگی شخصی و ذاتی خود به شوکی نیامدیم این شوکی از مردم است
و ما باید احساس کنیم که ما پاسدار حرمت و صداقت خون شهدا و جوانای مردم باشیم و پاسدار حقوق اساسی و تاریخی و تبعی شده مردم خود باش بیشتر. و ما از این بینوان نه یک امتیاز طرفی چوکی نمیدیم، بلکه صرفا یک سنگر جدید و یک مسئولیت بسیار بزرگ خدایی که هر وقت هم متوجه از این سخانهایی داشت بدون تعارف در پیشگاه این مسئولیت خدا و این مردم میلد. و همی لحظه شما شاهدون به چی سر میبینیم که مردم ما شاید آمار خود تقریبی باشد، حالا به چی سر میزان خسارتی را که مردم در غرب کابل دیدن به چی سر دیدیم. از این خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل که حالا مردم پاکی اندازه مقاومت کردن. این به یقین گفتن میتونیم که مردم ما بهای کم ندارن، به صدها میلیارد افغانی اینا سرمایه و زندگی شما سوخته، در یک جنگ بیش از 20,000 مرمی فقیر و سنگی سر خمایی که مردم ما بدون شک آنچه که در توان داشتن برای مه و نابودی و از نهلال این مردم به کار گرفته. یک روز ما صحبت داشتیم با ریاست دولت، استاد ربانی میگفت که اگر جنگ دیگه اتفاق بفته ممکن از اسلحه‌های بسیار پیش رفته و مدیر نیست که تا کنون در جنگ ها استفاده نشده استفاده خواسته و مردم شما هم در منطقه دستی باشی و قلعه شده و کارکه شده و کارکه شده و کار مشخصا داشتی مختصی داده که راست صحبایی بسیم قرار داره این به ضرر ما. ما عرض کردم که ما طالب نزدیکی ها و همه هم بیا بر اساس وجوهات مشترکی که ما بین حزب‌ی وحدت اسلامی و جمعیت اسلامی بودیم هستیم و هر کسی بخواه اراده های فاشیستی و جبارانه خود از طریق اعمال فشار و قوا بر مردم ما تحمیل کنه باید بفهمه که مردم ما ترجیح دادن که در این شرایط ننگین بالای زمین زندگی نخواهد کردن زیر زمین برن. البته او از تعبیر ما شاید ایرفون استنباط که این مردم ما قبرستان ترجیح میدن برن، بلکه ما میگفتم این مردم ما آمادگی دارن همین لحظه سموت کندن، همین لحظه زیر زمین برای این روزای جنگا خود آماده کردن. واقعا مردم ما به یک تعبیر در این مدت یک و نیم سال یعنی در سرمایه بسیار کشنده و سخت اینا زیر زمین زندگی کردن، ولی حاضر نکنن تطبیم شرایط جبارانه و غیر عادلانه. این مردم قابل احترام هستن. ما بارها هم از کردم در جلسات حزب‌ی وحدت که میزان حمایت که مردم از حزب‌ی وحدت در کابل کردن در تاریخ مبارزات سیاسی و حزبی در دنیا بی‌نظیر و بی‌سابقه. یعنی بسیار وقتا بوده که هیز نزدیک بوده در آستانه و شروع سقوط بوده، ولی مردم آمدن هیز برم نجات دادن خوردن و این مردم بسیار قابل احترام است. برمگردیم به نقطه اصلی که من و جناب آقای خلیلی که متصدی عهده شده این شایستگی های شخصی نبودن و بیشترم در این چوکی مستودع و لرزان چند روز هستیم، بیشتر مترسی بود فرنویس که مردم هم هست. ما بارها در کابینه هم گفتیم که ما نه نجات پرست هستیم، نه فاشیست هستیم، نه ما صرفا هزاره ها رو در افغانستان میخوان. ما افغانستان خانه مشترک هم هست، ما طرفدار ایجاد یک فضای عادلانه که در او حقوق همه ملیت ها مساویانه و عادلانه به نظر گرفته شد و به تبعیض های ظالمانه پایان داده شد و مردم هزاره به صفت یک ملیت برادر و برابر دیده شد. ما طالب می کرد فضا و می کرد جامعه هست و تا زمانی که این آرمان و آرزو برآورده نشد و نظم خود استقبال به قسمت فکر می کنید و به مردم کوت بلوچستان دوستای خودم به عنوان برادرها و عضو جدا شده از پیکر یسی فکر میکنم
و از این نزدیک به زندگی و دولت پاکستان احترام داریم، به قوانین پاکستان احترام داریم و از موقف گیری دولت مردم پاکستان در کل جهات بسیار خوشحال هستیم. ولی بازم علاقه من دیدارم کل شهید مرزای الاحله از من دیم کلوی با افتخار سر بلنده مردم ما هم به پیکر یافته خود برگردن و دیگر به اون روزگار از ظلم و بی‌عدالتی در افغانستان خبر نباشه و مردم ما با حقوق مساوی و برابر و به سزای عادلانه با هم زندگی کنیم. و ما جنگایی هم که به این اتفاق افراد معتقد هستیم که جنگا جز ویرانی و بربادی افغانستان نتیجه دیگه ای نداشت، ولی برای مرد ملیت دوست نگفته که از دانشمند ما بارا مرد کردیم که اگر جنگ اتفاق باشه ما در جنگا جز حلقه های زنجیر اثارت بردگی چیزی دیگر از دست نخواد داریم. حالا ما چیزی در افغانستان نداریم که در تای جنگا او را از دست بدیم، به امتیازی نرسیدیم که امتیاز از دست ما گرفته شد. ما در جنگا چیزی را باید به دست بیاریم نه یک چیزی را از دست بدیم. ولی خب در کل ما باید به دنبال منافع و مصالح عمومی مملکت و ملت خود حرکت کنیم. جنگا جز ویرانی و بربادی افغانستان نتیجه دیگه نداشته و نخواهد داشت. ولی هرگاه کسی حلقه هایی هستن که بخواهن اراده خود یا باران تحمل کنن، موجودیت مردم ما را نفی کنه، برای مردم ما جز دفاع شرافتمندانه چی رای دیگه ای باشه؟ برحال و مردم برحال برادرای شما و حتی خواهرای شما پدر آزر ابراهام در کابل از حیثیت شرف ناموز حقوق خود این فوق انتظار دفاع کردن و قابل احترام هستن و خدای بزرگم نخواهیم ما که ما به عنوان یک عسکر بسیار خوب و کوچک به مردم مورد قبول قرار بگیریم. و بیشتر ما در اولم برم میگردیم که به دلیل شایستگی شخصی اینجا ما نگم بدیم. مردم ما آورده و ایسنگرم از مردم است، چوکیم از مردم است. ما به عنوان یک عسکر و خادم مردم خود اینجا بار دیگر از پایان مستشی فاوری شما در آقای هنگاری تخلیص دینای شما دارم و اینجا آقای اختیار و سایر دوستا یک جهان تشکر میکنم. چوکی و جی مقام نداریم، اما همین جا هم کشتیم. ما دیگر همی آرزو را داریم که اگر یک خادم و خدمتگزار واقعی خوش شده نمیتونیم، اگر خادم قوم باشیم برای ما بسیار افتخار است. خادم قوم باشیم، چی قومی که اینجاست برادرایی که هستن، چی از برادرایی که مهاجر هستن در کوفته یا در ایران، در هر جایی که مهاجر هستن، اگر ما بتانیم یعنی از 100% و اصطلاح 2% ما وظیفه خود در مقابل از اونا انجام داده باشیم، برای ما افتخار است، کمال افتخار است. بازم و تشریف آوری شما را یک بار دیگر بازم ما خیر مقدم میگیم. خداست که هوای سردی که در کابل است انشاءالله با در بین قوما و در بین معززین به خوبی سپری شود انشاءالله. بازم از آمدن شما یک جهان ممنون و متشکر از شخصیت برجسته شما، از شخصیت آقای حیدری که شخصیت بسیار عالی و درخشنده است در بین قوم، و همچنان برادرای محترم جنرال سید غلام سخی خان و از حاجی سید، از رئیس محترم بازات مجدد هم گرچه اقوای مانفار است، هم وزیفه ما بود که باید ما خدمت از اینا میرسیم. یک سفر یک هفته ای داشتم که مشالا تا جایی که در جیان هستیم موفقانه برداشتم، و از رئیس تجارت داخلی و اینا همکار از ما داشتی یک جوان با دانش با درد با فرهنگ نگه از حاجی سید سفر علی خان گرچه حضور و معذرت خدا پیشکش هم میکنم از تشریف آوری همه گی دوستا. حاجی سید محترم پدر احمد آقا که یک جوان بسیار خوب شخصیت خود از ما، حاجی سید غلام سخی خان برادر محترم ما که امرای شما هم کار هستم، شبیر سید بله، شبیر سید بله، همه گی برادران خوش آمدید میگیم. شما ذره نوازی کردیم، ما قابلیت از این چیزها را نداریم، اما این لطفی خداوند است،
خدا که لطف داره سر بنده های خود قومایشان معززین هم سر انسان لطف داره بگرد. من به نوبه خود از تشریف آوری هیئت محترم با صلاحیت از جانب قومای کویدن تحت ریاست محترم ایدریس و جناب شما و سایر دوستان در قدم اول تشریف آوری شما را خیر مقدم میگم و پیام ما همیشه آرزوهای قلب ما با جانب شما خواهد بود، چون شما قومای ما، خون ما، نژاد ما، مردم ما هستیم. ما همیشه موفقیت، بیروزی ها، کامگاری های آمدان شما را در عرصه های زندگی، در تمام عرصه زندگی، بخصوص در بخش سیاست و امور اقتصاد از خداوند بزرگ و متعال خواهان هستیم. همیشه انتظار داریم که روابط بسیار حسنه و بسیار قومی و دوستانه بین شما و بین رهبران حزب وحدت و قومای ما، مردم ما در افغانستان مستحکم و استوار باشه. انشاءالله. یز قیام. عضو شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی است، یه سهمی حزب وحدت اسلامی بوده که وزارت تجارت به او رسیده که در اونجا خوشبختانه وزیر صرف تجارت اشخاص و افراد دلسوز و خواستندهای خوب قوم را گرد خود جمع کرده که شما نمونه شما آقای فدایی یک قدر بسیار بارزیده بود در رئیس تجارت خارجی دیدیم و حالا محترم موسی رسولی رئیس تجارت داخلی وزارت تجارت هستند. شما زنده باشین، اول که آمدین منت گذاشتین، یعنی ما شایستگی از این را نداشتیم، شما رشته فدای بزرگای ماستین، ما خدمت شما همیشه رسیدیم، بازم میرسیدیم، چرا ما خورتر از هستیم که شما پیش ما میامدیم. سلامت باشیم. ما همیشه پیش شما میرسیدیم. ایسی تمنیات شخصی ما در ایسی قوم ما همیشه گفتیم، اگرچه من نسبی آدم باسواد هستم در بین این ملیت هزاره، اینه ما دو فاکولته را خواندیم. برحال تا امی وقتا تا تحولات بعدی در افغانستان پیروزی مجاهدی ما هر جایی که کار کردیم شاید ایتو پیش ما تصور باشه که مسئول سواد ما بوده که در افغانستان ما فاکولته خوانده بودیم یا اونجای کار میکردیم، ولی بعد از اینکه ما در وزارت تجارت تعیین شدیم به هیچ وجه این ناشی از این نبوده که ما لیاقت ما در اینجا خوانده، این فقط مسئول جهاد مجاهدین است و بخشی از حقوق ملیت ماست. فعلا فقط تمام آرزو و تمنیات ما ایست که ما از کدام راه و طریق میتونم مفید برای ملیت خود واقع شوم و از طریق ملیت نمایندگی ملیت خود برای مردم افغانستان، به این مفهوم نیست که چوکی از ملیت ماست. ملیت ما سهم متناسب باید در تمام وزارت خانه ها داشته باشد. ملیت ما همه قسم که در جهاد سهم داشتن، همه قسم که عسکر بودن، راه میسازن، خانه میسازن، صاحبشان هم باید باشه، صاحب مملکت خودم باشه. ما شخصا در این کارا و در این چیزا هم قانع نیستم که دو وزارت برای ملیت ما رسیده. حق ملیتی ما بالاتر از ایست، 20-25% در تمام وزارت خانه و کدرهای رهبری سیاسی، نظامی، قضایی کشور باید ملیتی ما سم داشته باشد. و به طور خاص به وطنگارای کوتا بلوچستان ما همیشه خود از اونا جدا فکر نمی کنیم. ما این فکر می کنیم که اونا مالیکی اصلی علمی خواب بوده که جبران رانده شده زمانی. اونا هر وقتی که میشه باید به خواب خود آبومندانه، با عزت، با افتخار در سرزمین آبا و اجداد خود برگردن. و خوبترین پیام ما برای از اونا ایناست که اونا آبا باشن که تمام مجاهدین افغانستان اونا را به یاد دارن. از حمایت معنوی وطندارای کوچه بلوچستان، از سرودای میهنی که خواندم همیشه میشنوم و یاد میکنم. من فکر میکنم ما و شما دو جزء جداناپذیر هستیم و متمم و مکمل یکدیگر هستیم، از یک ملیت و یک خون هستیم و شما مالک اصلی امیر سرزمین بودین، جبران از نگاه تاریخی رانده شدین و یگانه آرزوی تمام ما و ملیت ما نیست که شما روزی شما که در سرزمین اصلی که مربوط خود شماست برگردید. بس کن که مردم هزاره مشکلاتی که در گذشته تاریخ دیدن و شما قوم فلان در کویته یکی از مردم های مظلومی بودن که از اینجا متواری شدن و در پاکستان جا و جا شدن، ولی مردم به شکل از اشکال مقاومت کردن و بسیار بدبختی ها ساختن، بسیار مظالم قبول کردن تا اینکه یک مدت حتی در معرف عسکری حتی به حس انسان
شرف انسانی از واسه سوال بوده. نمیتونستم من حیث اتباعی برابر با دیگه مردم افغانستان که واقعا با هم قرنه ها یک جای زندگی کرده بودم، ولی بعد یک مدت اینا برابری خود دست دارم. ولی این مردم با شکل از اشکال، با بسیار مظلومیت ها، با بسیار سرسختی ها، با بسیار قبول مشکلات و بحران اقتصادی و بدبختی های دیگر با شکل از اشکال خود رساندن در داخل شهرها، در داخل تمدن افغانستان داخل شدن، به شکل دکاندار، شاگرد دکاندار یا مردکار یا روزمزد یا غریب یا بیچاره، با شکل از اشکال خود رساندن. شما این نسلی که جوان های تحصیل کرده را میگردن یا تاجره بودی از ما این اون مردم هایی هستن که خود به خود با یک خداگاهی بسیار زیاد عقب مانده ای که یک چیز قبول درک کرده بودن که باید ما به خدا برسنیم. این از نگاه علم و مکتب و فرهنگ اگر عقب مانده تر بودن، ولی احساسات بسیار پاق داشتن که ما باید با دیگرها خدا برابر بسازیم و یک جای خدا برسنیم. بسیار افتخار برای من که باید دست برادرهای قومی خود در یک فضای دیگه در یک محیط دیگه یک وقت ما در اینجا وزیر بودیم یا رئیس بودیم، الان اکثر اینطور فضای جهش و پرش برای ما نبود. ما اینطور در گفته و عاجز و چیز بودیم و یک کسی در کار داخل میکنیم بدوزی و مرگی بود. اما حال این لله الحمد نظر به مشکلات که شرایط برای ما زمینی و جایداتی که شرایط برای ما مساعدتا او متوانست که حیثیت و قدر مهمی ملت را بود احراز کنم و در نتیجه دو اینا نشده که ما شما کلی ما میتوانیم بنامه از سریح گپ بزنیم، سریح دردهای خود حساب کنیم، سریح تشخیص مرض خود کنیم، متداوی شده. مشکل عمدی که ما و شما داریم مشکل از ایست که کدر است. ما کدر و پرسنل مرزده و نفر درست نداریم. از کم تر بشه. سالهای اندر سال چند پیجا سال این ملت محروم بود از تحصیلات عالی در مکاتب عالی و بنام عرب و بنام توجه اون زمان ها گذشت و ما وقت هم گذشت کتش مدورترین چیز عنصر زمان هم از دست داده بزرگ میکنه که ما شدت بیشتر و جاهدت بیشتر این خلاها و کمبودی ها وقت یک وقت در لشکرگان هم کار میکنم در چانجیر رئیس دستگاه ساختمانی در امی وزیر صاحب کشاف دهات هم این شیعه بود این هم رئیس شاب ساختم. یک بار یک مظاهره شد با سر همون شعارهایی که نوشته کدم جنجه بود که این دستگاه ساختمانی افغانی نیست، دستگاه ساختمانی هزار است و اینها از اینجا از چایجیر تا کس بلد باشد و با همه از چایجیر تا لشکرگاه در روز شب بارانی در حرکت شدن و رفتن پیش ملکیار. باز ملکیار آدم خوبی بود که هر مردم غزنی هفت مقرر کرد با اینا را سرکوب کرد. اون تو روزا را مدید. نوالین مظاهره که در افغانستان به سر مسئله ملیت و قومیت شد، سر مقرر شدن آقای گواهری بود که رومت کرد. اما این روز تو نیست آقای گواهری هم در کابین هستن. یکی از اون روز با افتخار کابین هست. ما من هم یه حدی هستیم. حالا میبینیم این طرف جوانه های نو. جوانه زده جوانه های نو پیدا شده. با ذهن روشندتر، با نظریات عالی تر و وسیع تر اونی هایی دارن با یک افق واضی که پیشنوی خود میبینست خود هم افقات تاریخ بود دیگه داود خانه بود و نظام بود و حساب بود. یک مشکل ما اینی کدر است و برای رسیدن کدر تو یک فمول نیست که شما یک دنبال پیشه کنین یک آدم به یک سویه برسه. او فقط تجربه، کار، زحمت
و فداکاری و این مردمداری و حساب میخواییم. جوان های ما که از فاکولته امراهیم یا از جایی پیش مبارشا نکنم یعنی از چوکی رو بدون پایینش نمیگیرم. در حالی که پر کردن چوکی رو بدون مستلزم تجربه طولانی و فهم چیز است. ما زاره بشارت کسیم از اونقا چیزم که هست خوش است رو سردیم به صورت تون تربیه شدن و جوانه زدن و برامدن ما جای خوشی است. اما همین 14 سال بسر کنم برقایم این خوست از شما از سپاس بزرگی تشکر میکنیم که در قرارگاه قماندانی امنی ولایت بلخ تشریف آوردین و با ما ملاقات را تنظیم کردین و تشریف آوری شما را به صفت عزیزترین میمان اینجا ما خیلی مقدم میگیم از طرف خود از طرف پرسنل قماندانی امنی ولایت بلخ و خودم معرفی میکنم. ما دگر جنرال غلام حسین فنا قماندان امنی ولایت بلخ عضو شورای عالی مؤسسین جنبش ملی اسلامی افغانستان، عضو شورای عالی نظامی صفات شمال و عضو شورای عالی علمای جهادی افغانستان و البته ما وظایف خودم رئیس قماندان امنیه و در بخش‌های دیگری که وظیفه داریم از آغاز پیروزی جنبش ملی اسلامی افغانستان اینجا اشغال کردیم و تا بال هزاره من ملیت هزاره با مشاهمت و غیرتی که داشتن، با ایمان راسخی که داشتن، با حبی که در وطن خود داشتن، اینا به دور هم جمع شدن و بازم در رای تامین امنیت شهر کابل و در بخاطر بازسازی کشور ما دست به کار شدن و باز هم آمادگی خود نشان دادن و فعلا هم آماده هستم که هم از حق و حقوق خود دفاع کنم، هم برای تحقق تمام ملیت های ساکن افغانستان مبارزه کنم و هم در شوفانی کشور خود سهم بگیرم و هم در رای تامین امنیت کابل و مملکت اینا سهم بارز را داشته باشه و چنانچه ای ادامه داره و ملیت هزاره که رهبریش توسط جناب وحدت الاسلام استاد عبدالغنی مزاری دبیر کل حزب وحدت اسلامی قرار داره و این رهبر واقعا توانسته که افتخارات مردم ملیت هزاره و در مجموع تشیع افغانستان حفظ کنند و برای افتخاراتشان مبارزه کنند و طور مردم در رای آرامی وطن سوق اداره میکنه که ناجزی ترین حرکتی که در اون حرکت مال و جان و ناموس مردم در خطر باشد صورت نگرفته، بلکه دائما تمام قمانده نظامیش به شکل طرح بوده که آرامی محیط منطقه را باید فراهم بسازد، یعنی تأمین کنه امنیت و کوشش کرده که همیشه جنگه ها را قطع کنه و همیشه کوشیده با تمام حرکات نظامی خود که جلوی چور و چپاول و تاباشگده و به کسی اجازه نداره که در رای دستبرد مال و جان مردم چیزترین تعرض کنه. اداره بسیار سالم به وجود آورده اما در رای جلوگیری از این مفاسد مبارزه کرده و هنوزم مبارزاتش ادامه داره و مبارزاتش مبارزات برحق است و ملیت هزاره و در مجموع تشیع افغانستان سخت از این اهداف پشتیبانی میکنه و برخی دیگری مردم هم نیست که
اونا عدالت پسند باشن، یه حرکات نظامی و سیاسی عادلانه‌ش ستایش میکنن و تایید میکنن. ببین امروز پیروزی با ابتکار هزاره، با ابتکار هزاره قوت صد قهرمانی ها بر پیکار هزاره، بر پیکار هزاره، بر پیکار هزاره قوت صد قهرمانی ها بر پیکار هزاره، بر پیکار هزاره. Thank you.
کشورش باشد، شون کشورش باشد، شون کشورش باشد. همیشه در پای حفظی شون کشورش باشد، شون کشورش باشد، شون کشورش باشد. با هر کس غم شریک و یار، غم خوار است هزاره، غم خوار است هزاره، غم خوار است هزاره. با هر کس غم شریک و یار، غم خوار است هزاره، غم خوار است هزاره، غم خوار است هزاره. ببین امروز پیروزی با ابتکار هزاره، با ابتکار هزاره، با ابتکار هزاره. کاری هزاره بهر پای کاری هزاره بهر پای کاری هزاره.